سلام، خوش اومدین به 194مین شماره از روزنامه یوتیوب. امروز چهارشنبه 28 تیر ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. عصبانیت بمب آبی ها از بدقولی مدیران استقلال. مهرداد محمدی در آستانه فسخ؟ مهرداد محمدی، بازیکن جدید استقلال، با توجه به اینکه طلب هنگفت خود را از استقلال نگرفته، در آستانه فسخ قراردادش با آبی ها قرار داره. محمدی هنگام عقد قرارداد با استقلال هیچ پولی از این باشگاه نگرفت، اما یک چک به ارزش بالغ بر 12 میلیارد تومان دریافت کرد که تا الان پاس نشده. در همین رابطه شنیده میشه چنانچه مطالبات محمدی هرچه سریع‌تر پرداخت نشه، اون برای فسخ یک طرفه اقدام خواهد کرد. رونمایی از قرارداد نجومی مدافع آبی ها. یکی از قراردادهای قابل تأمل دوران مدیرعامل اسبق استقلال به قرارداد عارف غلامی برمیگرده. در یکی از بندهای عجیب این قرارداد اینطور اومده که در صورت عدم دریافت گل در هر دیداری که این بازیکن حاضره، مبلغ 50 میلیون تومان به عنوان پاداش به اون پرداخت خواهد شد. با یک جمع و تفریق ساده، مبلغ قرارداد غلامی با پاداش‌هایی که در نظر گرفته شده به عدد تقریبی 28 میلیارد تومان میرسه. تارمی جانشین ستاره فولام میشود؟ علی‌رغم اینکه مهدی تارمی به میلان بسیار نزدیک شده، به نظر میرسه اون در فوتبال انگلیس هم مورد توجه قرار گرفته. دین جونز، خبرنگار مطرح فوتبال انگلیس، در گفتگو با پادکست فولهامیش به احتمال بالای جدایی الکساندر میتروویچ از فولام و پیوستن اون به الهلال اشاره و اعلام کرد فولام برای جذب تارمی به عنوان جانشینش تلاش میکنه. جزئیات پیشنهاد پرسپولیس به مهاجم عراقی. نشریه المدی عراق درباره جزئیات پیشنهاد رسمی باشگاه پرسپولیس به ایمن حسین، مهاجم ملی پوش این کشور و باشگاه الجزیره امارات خبر داد و نوشت باشگاه پرسپولیس پیشنهاد امضای قرارداد یک ساله به ایمن حسین با دستمزد سالیانه بیش از 500,000 دلار ارائه کرده. البته این دستمزد خالصه و در صورت گلزنی و قهرمانی پاداشی هم برای این بازیکن در نظر گرفته میشه. یک بانک به داده پرسپولیس رسید. باشگاه پرسپولیس برای پرداخت قسط سوم رادوشوویچ از یکی از بانک‌ها وام گرفته تا بتونه بدهی خود رو پرداخت کنه. پرداخت این بدهی از این جهت اهمیت زیادی داشت که در صورتی که پرسپولیس در پرداخت یکی از قسط‌ها تأخیر داشته باشه، باید 200,000 دلار جریمه بپردازه. قابل ذکر این بانک پیش از این هم به سرخپوشان کمک مالی کرده بود.